خب دوستان عزیز همتباران تباران حوسی یمنمون دوباره گل کاشتن دیدم که یک کودک یمنی داره برای در اردوگاه عزیزان انصار الله و حوسیها و همتباران دیلمی و آریایی و یادگاران ساسانی ما داره یک نوحه و مداحی فارسی میخونه العربیه عربیه که خیلی بهش فشار اومد یعنی رسانه های سعودی خیلی واکنش نشون دادن به این قضیه خیلی فشار بهشون اومد ال عربیه اومد این ویدیو رو گذاشت و نوشت نوحه فارسی کودک یمنی در اردوگاه حوسیها و نوشته نوه خانی کودک یمنی به زبان فارسی در اردوگاه شستشوی مغزی حوسی شستشوی مغزی سپاه قدس ایران مستقیما بر اردوگاه تابستانی حوسیها نظارت میکنن تا جونتون بالا بیاد تا جونتون بالا بیاد ولی اجازه بدید این نوحه جالب از این کودک یمنی رو با هم گوش کنیم خیلی جالبه وقتی به تو میگیم بحثا بسیار عمیقتر از این حرف هاست اینجاست داشته باشیم ای جبر الامن و آیات او نادی بکرامت الى يوم القيامت ساذوق الموت بالعز ولا الذل هيهات اگر از خنجر خود ریز لب بش دن در ام را دهم دیل نشوب دهم دا دان بزیشی قل انا و را دهم دا دان بل در شکن اب اسن گر کمرم را در بلات بخوره یه بخشی سر برخی از مدهان داخل کشورمون که میگن زبان فارسی مهم نیست به عربی هم مدهی میکنن دمتون گرم بین همتواران حوسی ما همتواران ما در حزب الله لبنان در سوریه در عراق دارن به مدداهی فارسی میخونن خیلی اتفاق خوبی البته من جمله یه مقدار پس میگیرم مدداهی ما بعدشون عربی دارن میخونن میخوان ارتباط نزدیک در بشه ولی ببینید زبان فارسی یکی از مهمترین مسائله و خیلی جالبه ما الان کودک یمنی بچهای حوسی دارن فارسی یاد میگیرن بعد ماها که حامیه این به ما میگن عرب پرست حالا خوب یه حوسیه یمن اینایی که دم از ایران و اینا میزنن یه دو سواد داشتن میفهمیدن هر زمان گمن به مشکل میخور انوشیروان دادگر ما اونجا نیرو میفرستاده وحریزم حرموزی فرماندار بزرگ ما که رفت اونجا و ماندگار شد و اومد همیتا ریشه این حوسیه از وحریز حرموزی است بعد خیلی جالبه بعد ماها مثلا میشیم عرب پرست و فلان و اینا بعد اینایی که بچه هاشون تو قرب فارسی بلد نیستن الان همین رضا پهلوی بچه‌اش فارسی بلد نیستن حسن نصرالله فارسی بلده مونتا ما عرب پرستی مثلا عرب هم نمیدونن یعنی چی خود این مرتی زاده بحرین ناصر بن حمد آل خلیفه میگه ما رفتیم یمن داریم میجنگیم به خاطر عربیت یعنی چی یعنی عربیت ما در یمن تو خطر افتاده حقیقت داستان دارن فارسی میخونن مدداهی و بچه های بحرین و یمن دارن به فارسی میگن شما نگاه چقدر مدداهی ما داریم به زبان فارسی چقدر این زبان فارسی مهمه اون وقت این زبان به این مهمی اون وقت نمایندگانی که نامزد انتخابات شدن دو تا دو تا تنلششون به نام میر علیزاده و این یارو مرتیکه همتی به ترکی حرف میزنن من گفتم که این دو تا خائنن بعد یکی از این هواداران آقای لاریجانی دیروز اومده بود تو توییتر کامنت داده بود به ما علنی دوستان میتونن برن در توییتر ببینن و اومده بود کامنت داده بود میگفتش که از نظر شرعی مشکل داره که تو مثلا به یک نفر میگی خائن حالا بگذاریم که ما کلا مسلمون نیستیم که شرع و اینا زیاد برامون چیز باشه ولی اگر مسلمان باشیم اگر مسلمون بودم جوابم بهش اینه که اگر به این دو تن نگی خائن خواه مشکل شرعی داری یعنی اینو شما اگه آقای میر و آقای همتی رو حرفاشو گوش کنید و بهشون نگید اینا خائن به وطن هستن از نظر شرعی باید پاسخگوی اون خدای خودتون باشید این جواب خیلی روشنی است و خب حقایق اینجاست یعنی اتفاق بزرگ تمدنی داره رخ میده زبان فارسی داره هر لحظه گسترده میشه جمهوری اسلامی خیلی ها خبر ندارن و خب خود جمهوری اسلامی هم در حوزه واقعا در دو سه جا جمهوری اسلامی من نمیدونم کی میخواد خودش رو درست کنه در حوزه واقعا بحث رسانه و بحث جذب مخاطب خاکستری جمهوری اسلامی فاجعه عمل کرده وگرنه شما دیدید با یک برنامه آپبریکه اینترنتی من در فضای سوشیال مدیا چگونه کمر بی بی سی و منوتور و رو اینا رو علاوه گفتمانی و دیسکورس حضورمون در سوریه من خورد کردم و شما دیدی از دل همین تیریبون کوچکی که ما داریم چگونه قشر خاکستری بی هجاب و غیر مذهبی اومدن برای تندرستی آقای خامنه ای دعا خوندن و این همه اومدن در برابر این سطح گسترده خیانت اپوزیسیون وابسته به سعودی ها اپوزیسیون وابسته به موساد به سازمان CIA و اندیش کرده های ریز و درشت در آمریکا که در رقابت برای دشمنی با ایران هستند، اومدن کمپین نبه جمهوری اسلامی گذاشتن شما دیدید از همین برنامه ما چه تعداد افرادی که اصلا باورتون نمیشد بدون هجاب و مگ و آری به جمهوری اسلامی ببین این اتفاق کوچکی نیست یه اتفاق بزرگیه خب این نشون میده که اگه کار درست و خوراک درست رسانه ای ما منتشر کنیم میتوان واقعا جذب کرد خیلی از توده خاکستری که دلخور بودن از جمهوری اسلامی و بخش قابل توجهی از این دلخوری بابت عدم درک اتفاقات منطقه و تاریخ ایران و اقتضاعات منطقه است یعنی ما بخش قابل توجهی از این ناراحتیمون از نظام حاکم بابت ندونستن و ناآگاهی در مورد دنیای پیرامونمونه خب یک برنامه همچون روده است موفق میشه دنیای پیرامونمون رو بیاد با یک زبان سادهی بگه و خیلی دیگه با اقتضاعات منطقه و دنیای پیرامونمون که آشنا میشن و علمان های حکومت و میفهمن میگن پس این رفتارهای جمهوری اسلامی تا بخش قابل توجهی چیه توجیه پذیره من متاسفم برای جمهوری اسلامی که نمیتواند کارهای بزرگی که داره در منطقه انجام میده در سطح حتی استانها داره انجام میده شما ببینید مثلا استان سیستان بلوچستان با زمان شاه مقایسه کنید اتفاقات بزرگی رو که جمهوری اسلامی از نظر زیر ساخت ها داره انجام میده متاسفم نمیتونه اینها رو بلد نیست و بسیار با بدصدیقگی گسترده میاد بیان میکنه یه مش خرمصبی هم داره اینها واقعا باید در کنار براندازه بستشون به گاری و حرکتشون داد یعنی بخشی از این خرمعصبی ها اصلا باور نکردن هم. سر سعید محمد که با من دشمنی کردن متحالا تو بخش خودش میخوام صحبت کنم متوجه شدیم حتی همکاری میکنن با براندازه و خب این اتفاقات رو بگه جمهوری اسلامی کارهای بزرگی تو منطقه کرده مدارس فارسی گسترده ای رو در بسره دایر کرده در کربلا دایر کرده اینکه ایرانیا بلند میشن میرن کربلا کار بزرگیه از چندین زاویه شما نگاه درسته حتی حضور ما در مراسم حج کار درستی است امروز با بررسی های دقیقی که انجام میدیم میبینیم حضور ایرانیان در مراسم حج باعث میشه با در حقیقت شیعیان شرق عربستان که برای حجمیان ارتباط تنگاتنگی برقرار کنند و به یاری اهورامزدا در آینده ما کل عربستان رو نمیخوایم کل عربستان چون بخشید بیابان و شن و سوسماره اون بخش مال خود آل سعود باشه دل حالش ببره ما فقط یه مقدار چشم داریم به شرق عربستان اونجا هم شیعیان هستن حالا یه دو سه تا میزنیم بهشون یه همتوار ایرانی هم حتما بعد پیدا میکنیم چون بالاخره شیعه بالاخره یک ریشه ایرانی دارن اصولاً و شرق عربستان توش چاه نفت زیاد داره ما با کل عربستان کار نداریم ما واقعا با شرق عربستان کار داریم که حالا تو اصلاحات سرزمینی و دکترین اصلاحات سرزمینی به یاری اهورامزدا در روز رستاخیز شرق عربستان هم باید زمینه خاک مقدس ایران بشه این اتفاقا خواهد افته این حالا شاید شما فکر کنید آرزوهای ماست اینا ولی <applause> در حقیقت اینها باورها و در حقیقت برنامه ریزی گسترده تمدنیه حالا بقیه عربستان رو بگیریم که پدرمون در میاد همه شن و سوسمار و معذرت میخوام شاش شطور رو اینا که به قول فردوسی شیر شطور خوردن و سوسمار عرب را رسیده از کار به جای کار که تاج کیانی کند آرزو توفو بر توی چرخ گردون توفو اون بخش بقیه عربستان مال خودشون شاشش و رو اینا شرق عربستان شیعیان هستن اینجا خب ما داریم خب جمهوری اسلامی با هوشمندی مسئله حج خیلی میره و با شیعیان شرق عربستان هم داره یه ارتباطات گستردهی برقرار کرده که روانشون شاد شیخ نمر مال همین جریان بود که اینا زدن و اعدامش کردن بعد رو عمیق نگاه کرد و جمهوری اسلامی واقعا فوق تو منطقه کار کرده یعنی شاه کار کرده به نظر من جمهوری اسلامی بعد اقداماتی که در چل سال گذشته این خاصی که انجام داده و دعوای ببخش آقای خمینی با محمد رضا شاه همین بود نصر سلطنت و اینا نبود خود خمینی یک حوادار پادشاهی این یادتون باشه حالا امروز تو یکی از بخشای برنامه ثابت میکنن خمینی میگه دعوای من با محمد رضا شاه صرفا بابت اینه که ما نمیذاره ما شیعه و هر مسئله ایران و شیعه رو ما گسترش بدیم خب شیعه یکی از ابزارهای گسترش ایرانه دعوا با محمد رضا شاه اونجا بوده حتی خمینی با نظام شاهنشاهی هیچ مشکلی که نه تنها نداشته و یادمون باشه همین آخوندها در اون دوره ای که رضا خان در حقیقت رضا شاه میخواست جمهوریت رو با کمک سید زیا و اردشی ریپورتر رو اینا بیاد جایگزین کنه با آقای, آقای قوام همین آقای آخون مدرس رو اینا جلوشو گرفتن بنابراین خیلی نکته مهمیه دعوا با شاه اینجا بوده که خب تو این بخش نفوذ آمریکایی اینا اجازه نمیده که اینان حرکت تمدنی آغاز بکنه خب ما الان حرکت تمدنی آغاز کردیم و کارهای بزرگی شده مدارس فارسی زبان گسترده دایر شده و به یاری اهورامزا هر لحظه داریم جلوتر میریم و زبان پارسی داره گسترده تر میشه وقتی که این جوان یمنی این کودک یمنی در بین حوسی های یمن داره مدعی فارسی میخونه اگه ذره شما اون بحث کد های دی ان تون اکتیو شده باشه ذره شما سر سفره پدر مادرتون بزرگ شده باشید بیدرنگ هورمون های شادی شما رو مجبور میکنه و هورمون های تمدنی در وجود شما شما رو مجبور میکنه که اشک از چشماتون جاری بشه اگر با دیدن فارسی مدداهی کردن بچه های الله لبنان بچه های سوریه بچه های هشتال شبی، بچه های بحرین بچه های یمن اگر واقعا این سلول ها اکتیو نمیشه که شما اشکتون در بیاد مطمئنا باید از پدر مادرتون بپرسید چون حتما پشوهنده را راز با مادر است که چرا شما تا این سر در حقیقت بی هستید و از این قضیه لذت نمیبرید بنابراین زنده باشید خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کنید اتفاقات بزرگی در راهه و داره همینجوری این اتفاقات بزرگ و اینا نشانه هاشه کی فکرشو میکرد در یمن طرف مدعی فارسی کنه خاک بر سر زیبا کلام خاک بر سرتون شما اپوزیسیون وطن فروش واقعا کی فکرشو میکرد یه همچین اتفاقات بزرگی بیفته همچنان میخواید اناد کنید همچنان به دشمنیتون میخواید ادامه بدید این دشمنیتون تا کجا میخواید ادامه بدید کی میتونست واقعا در این سطح گسترده خواستگاه تمدنی ایرانو به صورت عملی و میدانی و حتی فرهنگی و سیاسی به جلو ببره این اتفاقات آخه بابا یه مقدار وجدان یه مقدار چشم چشم که داری حداقل با چشم ببین گوش که داری بشنو تا کجا میخواید خیانت کنید هر لحظه ای که انسان بفهمه اشتباه کرده ایراد نداره ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است الان هم میتونی با خود جدی صحبت کنی و از صفوف دشمنان وجودی ایران با هر اختلاف نظر سیاسی و ایدئولوژیکی که با نظام حاکم داری ولی بیای در بیای و بیای در کنار میهن وایسی شب و روزگار خوش خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید پاینده ایران بدرود